All right, you're live. همکشان عزیز، خواهران و برادران محترم، شلوم. امیدوارم که هفته پربار را پشت سر گذاشته اید و هفته بهتر، سلامتتر در پیش خواهیم داشت. قبل از اینکه به مطلب اصلی بپردازم، مسئله ای که این روزها از خیلی از رافها سوال میشه و به من هم تلفن کردن و سوال کردن راجع به بی وقت نباشه، وقت عزیزی از دست میره به خاطر مسئله این ویروس. اولا مشایعت کنندگان بیش از 10 نفر نبایستی باشن، اجازه نمیدهن برای که بتونن قدیش بگن، و در خانه آول خیلی مشکله که بیان جمع بشن. بعضی ها البته قدیش گفتن بسیار مهمه، ما اعتقاد داریم برای عزیزان درگذشته، نشاماشون که همیشه هست، باید قدیش گفته بشه، ولی خیلی ها این فرصت رو ندارن، نمیتونن و کلیسا میرفتن، کلیساها بسته است، حال در خانه ها میخوان جمع بشن. یک مسئله است که درست یک میسواس، ولی میسوایی که در برابر خطر جانی ممکن کسی قرار بگیره، همیشه از لحاظ قانون هلاخای یهودی جان مهمتره. و در بعضی از خانه ها عده ای از افراد خانواده جمع میشن، یکی دو نفر قریب هم میاد و خیلی توجه داشته باشین این فاصله ها رو حفظ بکنین. خواهش و تمنا دارم اسه، اسپه، نعنا و گلاب ابداً، و یا حتی حائس و عدما، برای که خیلی ها رفتن و دیدن که بدون اینکه دقتی کرده بشه این کارها انجام میشه. ما بارها گفتیم در خانه آول هیچ نوع خوراکی نبایستی خورده بشه. بنابراین خواهش میکنم این دکتر رو در نظر بگیرید. و از طرف دیگه اونهایی که نمیتونن قدیش بگن، فرصتی ندارن، میشنا بخونن. میشنا یعنی اوتیوت نشما. میشنا رو میتونید از یکی از کنیسه ها قرض بکنید، میتونید تو وبسایت پیداش بکنید و برای بگین ایلوی نشمای عزیز درگذشته، برای اطلاع نشمای عزیز درگذشته اون رو بخونید و مطمئن باشید که حق داشبارو که خداوند اون رو قبول خواهد کرد و نشمای عزیز درگذشته هم قبول خواهد کرد. دبر تورای امروز رو من نثار همه عزیزانی میکنم که در ظرف این 2-3 ماه از دار دنیا رفتن و اونهایی که سالگرد وفادشون، امیدوارم خداوند همگی را در جنت برین خود، در گن ایدن و در کمال آسایش و آرامش قرار بده. برای ما انسانهای خاکی سرگردان همه تفیلا بخونن و مخصوصا دبر تورا را برای ایلون اشبت باروخ بن شخرالله خواهم گفت. امیدوارم خداوند شمای همه عزیزان رو غرق رحمت کند. ملت اسرائیل به نام ام هبریت، یعنی قوم عهد معروفه. چرا که اولین عهد را خداوند با اولین جد ما ابراهام آوینو بست. ابراهام یکتاپرستی که به قدرت‌های فردی خود، به وجود یک خدا اعتقاد پیدا کرده بود، نه به خدایان، و خداوند ابراهام را رسالت میده به عنوان یکتاپرست تمام این عقایدی که پیدا کرده. خدایی که یگانه است، خدایی که بی‌مثاله، خدایی که آفریدگاره، خدایی که از انسان اخلاق و رفتار خوب میخواد، و خدایی که رحمان و رحیمه. بنابراین از اون میخواهد که به عنوان یک نمونه و یک رسول یک تاپرستی رو در دنیا اشاعه بدهد.
اون اولین یکتاپرست نیست، دیگران هم بعض اعتقادی داشتند، ولی او کسی بود که یکتاپرستی را اشاعه میده، بین مردم پخش میکنه، مردم را تربیت میکنه. خداوند با او عهد میبنده، میگه ابراهام من با تو عهد میبندم و نه تنها با تو بلکه با فرزندانت، با نسل‌های آیندت، چرا که من میدارم به شام رو دل خشم لعصد صدقا میشپاد. شما نه تنها خداپرستی بلکه آن چیزی که مورد نظر خداوند هست در زندگی، در اجتماع، عدالت، انصاف، احسان و نیکوکاری انسان ها نسبت به هم، اونها را آموزش خواهند داد. پس اولین بریت، اولین عهد بین یک نفر و نسل بعد او، اسحاق و یعقوب، این عهد تجدید میشه و نسل های بعد اونها. و دومین عهد با یک نفر بسته نمیشه، دومین عهد با ملت اسرائیل بسته میشه، با یک قومی که تازه از سرزمین مصر رهایی پیدا کرده، بعد از 50 روز در دامنه کوه سینای خداوند به موشه میگوید من میخواهم با این ملت عهد ببندم. عهد بستن یعنی طرفی که قبول عهد میکنه میبایستی آنچه که در مفاد عهد نامه هست رعایت بکنه، در غیر این صورت اگر عدول بکنه تنبیه خواهد شد. خداوند بعد از اینکه ملت گفتن نعسه به نشبه، حاضریم، نمیدونیم چی خداوند بخواد به ما بگه ولی حاضریم که بشنویم و انجام بدهیم، در پای کوه سینا در ششم ماه سیوان خداوند در یک حالت خارق العاده، سهمگین، غیر طبیعی میاد و 10 فرمان خود را به ملت اسرائیل میده و میگوید شما عهد مرا نگه دارید، من هم عهد خود را نگه خواهم داشت. عهد خداوند با ما چیست؟ وقتی که ما عهد او را نگه میداریم که تورا و مفاد اون 10 فرمان و تمام تورای گسترده است، ما را در گذر تاریخ، در فراز و نشیبهاش، در سختیهاش، در تعقیبهاش، در کشتارهاش باقی خواهد گذاشت، زنده خواهیم بود. من و شما در سال 2020 شاهدیم که از زمان ابراهام که 4000 سال میگذره هنوز هستیم و این عهد را نگه داشتیم و خداوند هم عهد خود را با ما نگه داشته. جالب اینجاست یهودا هلوی، یکی از فلاسفه و شاعران عالی قدر ملت اسرائیل که در قرن 13 در اسپانیا زندگی میکرد، کتابی داره به نام کوزاری. کوزاری یک کتاب فلسفی است، خیلی توضیح کوتاه خواهم داد. کوزاری همون خزره، دریای خزر باره که ببینید در شمال، در ایران، به نام این قوم. در حقیقت خزرها قومی بودند ترک که از قسمت‌های اروپایی و قسمتی از قسمت‌های آسیایی توانسته بودند در قرن 7 یک حکومت و یک قدرت بسیار دنیایی بشوند بین ساسانیان و بیزانتیان، و پادشاهانشون رو خان یا خان خانان میگفتند. در بسیاری از تذکره نامی تاریخ نگاران عرب مثل المسعودی آمده که یکی از پادشاهان این قوم خزر یهودی شد، چرا که خزرها بت پرست بودن، مشرک بودن، و میسیونهای مسیحی و علمای اسلامی سعی میکردن که اونها رو یا مسیحی کنن یا مسلمان، و خیلی هاشون مسلمان شدن، خیلی هاشون مسیحی شدن. و یکی از اونها طبق اون نوشته ها و نامه ای که از یکی از سیاستمداران بزرگ اسپانیا در شهر کردوبا به نام خستای ابن شفروت، یکی یهودی که به مقامات عالی رسید و یک رساله نامه هایی برای پادشاه خزر فرستاده بود، مشخص میشه که یکی از پادشاهان یهودی میشه و اعضای دربار او هم
اونهایی که در رده های بالا بودن یهودی میشن. یهودا حلیلی بر اساس این واقعه تاریخی میاد در کتاب فلسفی خودش میگه بحثیست بین یک کشیش مسیحی و یک عالم مسلمان و یک عالم یهودی در حضور پادشاه و سؤال او این است حقانیت دین شما از کجاست؟ به چه دلیلی؟ هر یک دلیلی بیارن. و عالم یهودی میگوید ببین خداوند با ما عهد بسته، خداوند با یک نفر عهدی نبسته، موشه ربن نرفت بالای کوه سینا و برگرده و بگوید خداوند به من این چنین گفته است، این امر را داده است و اون امر را به ملت اسرائیل بگوید. نه، بلکه یک ملت در دامنه کوه سینا در یک حالت بسیار عجیب که یک بار در جهان انسانی اتفاق میفته کلام خداوند را میشنوند، با او عهد میبندند، نسل بعد از نسل میبینیم این عهد ادامه داره تا به امروز. البته هفته آینده بعزت هاشم با امید خداوند راجع به ده فرمان، چون که روز جمعه و شبات آینده روز شبوعت یا اعطای تورا به ملت اسرائیل در همون ششم ماه سیوان مطالبی خدمتتون عرض خواهم کرد. ولی یک سوالی که مطرحه این است، خیلی سوال میکنن چرا خداوند تورا رو در مصر داد، در یک شهر، در یک شهری که پیشرفته در زمان خود پیشرفته ترین شهرهای دنیا بود، چرا تورا رو در بعد از اینکه ملت از بردگی رها شد در سرزمین اونها نداد، در ارض اسرائیل، چرا در بیابان بیابالف، بیابانی که اصلا سکنه نداره؟ پاسخ ها متفاوته. یک، در مصر نمیتوانست این اتفاق بیفتد چرا که ملت برده زیر فشار حاضر نیست به هیچ چیز اهمیت بده یا دقت بکنه و در یک سرزمینی که پر از شرکه و ملت دیده بود مشکل بود که بتواند این مسئله در اونجا پیاده بشه. دوم، چرا در سرزمین موعود نه؟ برای که وقتی که به ارسیسه رسیدن هر قبیله یک خط زمینی رو گرفت و مخصوص او بود. حال اگر در هر خط زمینی هر که مربوط به یکی از قبایل اسرائیل بود یا یهودا یا شیبون یا لوی داده می شد، اون خود رو برتر می دونست، شایسته تر می دونست و یک اختلاف پیدا می شد. چرا در بیابان؟ بیابان خالی از سکنه است. در بیابان هیچ نیست. در بیابان سمبل هیچ بودنه. انسانی که بخواهد تورا رو، کلام الهی رو عمیقا یاد بگیره، باعث خود رو خالی بکنه، خالی بکنه از غرور انسانی خودش، باعث تواضع رو پیشه خودش بکنه. یعنی تورای ما وقتی که به ما داده شد در انحصار یک گروه نبود. علم در مصر قدیم فقط در اختیار کاهنان مصری بود و در قرون وسطا فقط کشیش های مسیحی سواد خواندن رو داشتن و یا علم داشتن، بقیه مردم بی سواد بودن. ولی در یهودیت هر یهودی موظفه که تورا رو، قوانین رو، آن رو بدونه. رمبام یکی از بزرگترین شارعان و فیلسوفان یهود در مقدمه کتاب عظیم خود مشنه تورا در یکی از قسمت‌هاش که به نام هیلخوت تلمود توراس، یعنی قوانین یادگیری توراس، آیه ای را از یشعیا میاره. یشعیا میگوید های کل سمه دخول مای، ای تشنگان به سوی آب بروید. ما میدونیم هرچی از تشنه است به سوی آب میره، تشنگیش رو رفع بکنه. اینجا منظور یشعیا تشنگی آب نیست، آب سمبل توراس میگوید. همانطور که جسم ما نیاز به غذای جسمانی داره، روان ما هم احتیاج به غذای روحانی داره و غذای روحانی ما توراس.
و میگوید هرمبام اضافه میکنه، میگوید ببین آب هیچ وقت سربالایی نمیره، آب وقتی میره که زمین سراشیبی است، در جایی است که گوده ریخته میشه، در جایی که بلنده آب نمیره. برای اینکه تورا را یاد بگیری، برای اینکه بفهمی معنای عمیق این کتاب رو که 3300 چند ساله رو اون عمیق شدن، هزارها تفسیر، هزارها عمق اون رو بازرسی کردن، بایستی خودت رو خالی بکنی از منیتات، خودت رو خالی بکنی از اینکه من تمام علوم رو میدونم، کتابی که 3000 چند سال پیش داده امروز به درد علم امروز من نمیخوره. تورا کتاب علمی نیست، کتاب انسانی است، کتاب اخلاقی است، انسان سازی است. و حضرت موشه وقتی که ما حرف از ادفا میزنیم، حرف از فروتنی میزنیم، فروتنی نیست که یک انسان شانه های خودش رو، کله خودش رو پایین بندازه و آهسته صحبت بکنه، بگه مخلصم، چاکرم، من هیچم، من پوچم. نه، چنین نیست. هیچ وقت انوا، فروتنی، ترک تمام خصلت های انسانی خوب نیست. هرمبام خیلی زیبا میگوید، میگوید هر انسانی، باز هم در همون مقدمه کتابش میشنه تورا، در کتاب دعا یا دعوت میگوید، ببین راجب خصائل انسانی صحبت میکنه. خصائل دو نوعه، یکی طبیعی است، ژنتیکی است، با انسان به وجود میاد، به دنیا میاد. یکی هم اکتسابی است، میگه در به دست آوردن خصائل اکتسابی همیشه یک جاده وجود داره. این جاده یک طرفش آتشه و یک طرفش یخ انجماده، یک طرف راست یک قطب سوزنده است، یک قطبی است که اگر به اون طرف بری منجمد میشی. بنابراین راه متوسط بهترینه، راهی است که انسان بایستی در هر خصلتی که کسب میکنه، هر صفتی که داره، همیشه سعی بکنه راه متوسط رو، وسط راه رو، شبیل از آب جاده طلایی رو پیدا بکنه، حرکت بکنه. ولی در مورد فروتنی میگوید ابدا بایستی سعی کرد حد نهایت به قطبی که ضعیفتره انسان متمایل بشه. انوا بایستی از موشه یاد گرفت. خداوند درباره موشه در تورا میگوید و ها ایش موشه آناف معود میکل ها آدم الپنه ها آدم ها. یعنی موشه از هر انسانی که روی زمین زندگی میکرد فروتنتر بود، متواضعتر بود. ولی همین انسان متواضع خاکی وقتی که قرار بود که پیش پرعو بره و حق ملت رو بخواهد، آزادی اونها رو بخواهد، با صلابت، با قدرت با صحبت میکنه، بدون ترس، بدون واهمه، در اولین جنگی که بر ملت اسرائیل تحمیل میشه مثل جنگ های امروز با عمالق، موشه مطرحه، شرکت میکنه، شجاعت داره و مردمی که اونها رو آزاد کرده وقتی از راه راست منحرف میشن، بسیار با قدرت اونها رو سرزنش میکنه، با قدرت اونها رو توبیخ میکنه. بنابراین انوا، انوای موشه را بنوه. در ادبیات فارسی هم خیلی زیبا کلام ها و اشعار زیبا راجع به خضوع و خشوع و فروتنی آمده. در شعری میگوید افتادگی آموز گر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. اما چیزی که هرمبام میگه، آب به طرف پستی میره، گود میره. و یک داستان زیبایی است از سعدی که میگوید قطره آبی از ابر چکید به روی دریا، هنوز به دریا نرسیده، قطره آب خیلی ناراحت میشه، خجل میشه، خجل شد
چو پهنای دریا بدید. میگه من کوچک، من هیچ، در این دریای آب اصلا چه اثری دارم، کیستم؟ بسیار احساس کوچکی میکنه. میگه جایی که دریاست من کیستم؟ گر او هست حقا که من نیستم. میگه من هیچیم، من چه کارم؟ من یک قطره آب در برابر میلیارد ها تن و گالون آب چی کار است؟ چون قطره کوچکی میکنه، درست در بغل یک صدف می به دریا میریزه. صدف او را در دل خود جای میده و او را پرورش میده و از او یک مروارید بسیار زیبا میسازه، مرواریدی که بر تاج پادشاه مینشینه و نتیجه گیری میکنه. یه بلندی از آن یافت چون پست شد، در نیستی کوفت تا هست شد. گفت من هیچم ولی مروارید شد. تواضع کند هوشمند گزین، آدم هوشمند تواضع رو پیش اون گزین نهد، شاخ پر میوه سر بر زمین. درختی که پر باره همیشه چی؟ شاخهاش بالا نگه میداره. گندم وقتی که میرسه خوشه هاش سرش به زمینه. یعنی در محدوده تواضع و فروتنی هر انسانی بایستی جایگاه و مقام خودش رو در زندگی بداند و بشناسد. نقطه مقابل تواضع گهواست، غروره. حضرت داوید در تهیلی میگوید ببین آدمی که مغروره هیچ وقت جلال من با او در یک جا غیر ممکنه بگنجه، با او نیستم، مثل آدم طرد شده است. و در ترمود میگوید انسانی که مغروره درست بت‌پرسته، خودپرسته، از خود بتی میسازد که میگوید افکار من، رفتار من، آنچه که من میگویم درسته، نه دیگری. انسانی که تواضع داره غرور خودش رو مهار میکنه، هر کار درست در واقعیت‌های زندگی میکنه، کار درست انجام میده. یه نمیگه فلانی چه گفت اگر کارم درسته یا نه، ولی چون میدونه کار درسته انجام میده. ولی آدم مغرور در چنبره غرور خودش گرفتاره، آن چیزی که فکر میکنه و آن چیزی که میخواهد با پا گذاشتن روی همه انسانها میخواد او رو به دست بیاره. آدمی که مغروره میگوید آنچه که من میخواهم به حساب میآید. آدمی که تواضع داره میگه آنچه که از من بزرگتره به حساب میاد. این حقیقت زندگی است. در داستانهای حسیدیک بسیار داستانهای زیبایی آمده، ولی عارفانی هستند در این حسیدوت که زندگی اونها نمونه است. یکی به نام رفزوشا معروفه. میگویند این رفزوشا عارفی بود وارسته و فقیر، فقر همون عارفان. همیشه در دو جیب خود دو نوشته داشت. در یک جیب نوشته بود خداوند همه دنیا را به خاطر من آفریده، یعنی غرور زیاد. در جیب دیگر نوشته بود، رو نوشته انی افار با افر، چیزی که ابراهام میگه من خاک خاکسترم، هیچ نیستم. این درست این دو جیب به او نهیب بیزنه همیشه، تو کیستی؟ خداوند و حضرت داوید در تهیلی میگوید و تخسره و معت به الوکیم بنادم و تفکده و میگه خدا انسان چیست؟ دو حالت از انسان میگوید. میگوید ببین تو انسان را اینقدر قدرت، هوش و استعداد دادی که میتونیم از ملائک مثل ملائک باشه. از طرف دیگر میگوید هیچ و پوچ، انسان هیچه، هیچ نیست انسان. بنابراین ببینید نه تنها رفزوشا، یک عارف دیگری هست میگه وقتی که آدم به عالم بالا میره
ازش سوال میکنن، مورد سوال قرار میگیره که اگه از من بپرسن چرا تورات یاد نگرفتی، آقا من استعداد نداشتم، توانایی یادگیری نداشتم. یا اگه از من بپرسن چرا گمیرات خسادیم نکردی، چرا احسان نکردی، احسانی که میتونستی بدون پول با کارت با زبونت با دستت دست پیری رو بگیری پیش انسانی که افسرده است بنشینید گوش بدی به حرفش، چرا نکردی؟ یه من میگم من آدم ضعیفی بودم، جسمن نمیتونستم این کار رو بکنم. چرا صدقه ندادی؟ یه من پول نداشتم صدقه بدم. میگم که اگر تو یه آدم بی استعدادی بودی و اگر آدم ضعیفی بودی، اگر آدم فقیری بودی، پس چرا اینقدر تکبر داشتی؟ میگه اون موقع است که هیچ جوابی نداشتم. امت میدونید با انسان ها همیشه بایستی در روابط خود خودجور باشیم. اول یک رابطه با خدا داریم. بعضی همون حتی حاضر نیستیم او رو در زندگی خودمون دخیل بدونیم. من هیچ در برابر فانی که امروز هستم و فردا معلوم نیست خواهم بود یا نه، در برابر خداوندی که همه چیز به من داده، رابطه من رابطه چشم پوشی نیست از همه احسان خداوندی. دوم با خود خویشتنه. وقتی که شما بگید من یعنی غرور. تو زندگی ما ماییم، بشریت یکیست، همه ما با هم هستیم. آدمی که متواضع از انتقاد نمیترسه، ما اشتباهات خودمون رو نمیبینیم، فکر بکنیم ما بی نقصیم، ولی اگه کسی از ما انتقاد کرد نبایستی برنجیم، بایستی فکر بکنیم. اگر به ما توهین شد نبایستی با توهین جواب بدیم، کار درستی نیست. ببین الان دنیا در برابر این دو خصلت قرار گرفته، غرور و فروتنی. علم فکر کرد در قرن بیستم بیست و یکم دنیا رو تسخیر خواهد کرد، بر همه چیز تسلط پیدا خواهد کرد. دیدیم که چنین نیست. علم بشر در برابر یک ویروس دیدیم چگونه ذلیله، افتاده است. این از غرور دنیای علمه، دنیایی که خدا را از خودش بخواد جدا بکنه، قدرت‌های او رو نادیده میگیره توی زندگی. و تورای ما تورای آموزشه. این هفته پارشایی که میخونید اولین حرفش یدبر هشم به میدبر سینای بوشهم، خداوند در بیابان با موشه صحبت میکنه، جایی که موشه آناب میکنه آدم از هر انسانی فروتن تره، متواضع تره. امیدوارم بتوانیم ما هم خصائل اکتسابی خود رو به درجات موشه برسونیم. عزیزم روز جمعه آینده و شبات دو روز مهم یاد بود و سالگرد اعطای توراست. این شبات شمها رو روشن میکنید، خانم ها شیخ خانم میگید، براخا میگید، شیخ خانم میگید، داریم که هرچه زودتر درهای کلیسه ها درهای قلب های ما به سوی خدا باز بشه. و جالبی جاست میگویند تورا را خداوند به ملتی داد که سجد داشت، ابراهام، اسحاق و یعقوب، و سه رهبر داشت، موشه، اهرون و مریم. و در ماه سوم از تقویم یهودی بعد از نیسان، ایار و سیوان به ملتی داد که اون هم کهن، لوی و اسرائیل. و خداوند از ما چه میخواهد؟ میگوید لیوت ام کدوش، ملتی مقدس مثل کهنان باشید. امیدوارم چنین خواهد بود. هفته خوبی برای همه از خداوند درخواست دارم. شبات شلوم.